میدونید که طبق آمار رسمی بارها گفتیم تو این برنامه بیش از 65% جمعیت ایران سنشون زیر 30 ساله. خب معلومه که سلیقه اکثر جمعیت ایران به کدوم سمته، یعنی موسیقی که در بخش قبلی برنامه از سمیر زند شنیدین بی تردید سلیقه بیش از نیمی از جمعیت ایران. حالا ممکنه خیلی از این جمعیت علاقه من به این نوع موسیقی وقتی سنشون بره بالا سلیقه‌شون عوض بشه، ولی الان داریم درباره همین جمعیت و سلیقه غالب بر همین جمعیت جوان ایران میگیم. درست؟ حکومت جمهوری اسلامی با این حروم حلال کردنش در همه حوزه های هنر میخواد با این جامعه چه کنه؟ سیاست دولت امید و اعتدال که این همه جوان هم بهش رأی دادن در قبال موسیقی چه میخواد باشه؟ چه میتونه باشه؟ وزیر ارشاد آمده است آقای علی مرادخانی رو به معاونت هنری وزارت ارشاد تعیین کرده، یعنی بار اصلی کار روی تعیین سیاست‌های هنری رو دوش همین آقای مرادخانیه. 55 ساله، زاده قم، گرچه روانشناسی خونده ایشون در دانشگاه تهران، اما تقریبا از زمانی که شغل دولتی داشته همیشه متولی رسمی امور هنری بوده. از همون فردای انقلاب، یعنی دقیقا سال 59 می شود مدیر کل تولید فیلم و عکس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و بعد در تمام دهه 60 سمت‌های مختلف دیگه‌ای داشته تو همون وزارت ارشاد به عنوان مدیر کل همکاری‌های سمعی و بصری، مدیر کل آموزش فیلمسازی و مشاور، این یکی حالا ربطی نداره زیاد به هنر، مشاور معاون سیاحتی و زیارتی وزارتخونه. نمیدونم، شاید هم مربوط میشود جورایی به امور هنری وزارت ارشاد. تا سال 82 آقای مرادخانی مدیر 14 دوره جشنواره موسیقی فجر بوده و مدیریت تولید آلبوم آثار قرآنی، عضویت در هیئت مؤسس و همچنین اولین هیئت مدیره بنیاد فرهنگی هنری رودکی، ایجاد خانه هنرمند، راه اندازی موزه موسیقی ایران و ایجاد خانه موسیقی در دوره‌ای که ایشون مدیر دفتر امور موسیقی وزارت ارشاد بودند. 13 سال آقای علی مرادخانی مدیر دفتر امور موسیقی وزارت ارشاد بوده. آقای بهراد توکلی نوازنده چیره دست ستار و موسیقی شناس نوشتن دوران 13 ساله مدیریت مرادخانی بر مرکز موسیقی بستر شکلگیری و تجمع باندهای مافیایی بود. رویه های بروکراتیک و دست و پاگیر صدور مجوز آلبوم و کنسرت اساساً در دوران مدیریت ایشان تدوین یافت و کار تا جایی گسترده شد که موسیقیدان موظف بود که حتی رنگ پوشه مدارکش را نیز به دستور ارشاد مهیا سازد. قانون موسوم به پوشه سبز. مهمان امشب این بخش برنامه آقای بهراد توکلی هستند، نوازنده ستار که قطعه‌ای که در آغاز همین بخش برنامه شنیدین نواخته ایشون بود. فارغ التحصیل رشته موسیقی دانشگاه هنر هستند، از شاگردان استاد محمد رضا لطفی و مدیر برنامه‌های ایشون، مدیر گروه موسیقی خورشید، دارای تقدیرنامه از سازمان فرهنگی هنری یونسکو، تدریس در مکتبخانه میرزا عبدالله و فرهنگسرای هنر از سال 82. آقای بهراد توکلی عضو شورای نویسندگان ماهنامه فرهنگ و آهنگ بودند، نشریه تخصصی موسیقی و ده‌ها مقاله از ایشون در نشریات تخصصی موسیقی، از جمله کتاب سال شیدا منتشر شده، نظریه رفتارشناسی ملودی در آنالیز ردیف موسیقی ایران، یکی از کارهای تئوریک یگانه است که از ایشون منتشر شده. البته همه اینا در کنار کار نوازندگی است که شاید در یکی از ده ها کنسرتی که در ایران و خارج از ایران حضور داشتن حدود 60 تا کارهای زیبای ایشون رو شنیده باشین. آقای بهراد توکلی سال 88 بازداشت میشن به دلیل همراهی با جنبش سبز و بعدم به 4 سال زندان محکوم میشن. خوش آمدید آقای توکلی به برنامه صفحه آخر. من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای فلاحتی عزیز و بینندگان محترم برنامه شما در هر جای جهان که هستند. تشکر میکنم از اینکه بنده را دعوت کرد. آقای توکلی،
با توجه به پیشینه شما در حوزه موسیقی و شناخت از مدیران و متخصصان این رشته، چه شناختی از علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد دارید؟ بله، عرض خدمتتون که ایشون 13 سال در مرکز موسیقی مدیر مرکز موسیقی بودن، در واقع از سال 68-69 به تا سال 82. قبل از این سال 68-69 مرکز موسیقی به اسم مرکز سرود و آهنگ‌های انقلابی شناخته می‌شد و خیلی رویه مدونی در امر ممیزی موسیقی در اونجا حاکم نبود. ایشون در اون سالها که بودن رویه کنونی که الان هم هست در ممیزی موسیقی رو در واقع بنیان نهادن و عمل کردی داشتن که متاسفانه چندان مطلوب نبود. همونطور که در نوشته اولم در مورد ایشون اشاره کردم، باندهای مافیایی تجارت و بیزنس موسیقی رو در داخل و در خارج از کشور در واقع هدایت میکردن. حالا به عنوان نمونه میشه اشاره کرد که در واقع دهه 70 دهه تدوین هنر حاکمیتی بود، چه در عرصه موسیقی چه در عرصه سینما، که اتفاقا آقای سعید امامی مسئولیت این کار رو به عهده داشتن و ماجراهایی که حالا بعد از قتل‌های زنجیره‌ای به وجود اومد باعث شد که در اعترافات ایشون داستان و فیلمساز بزرگ کشورمون هم مطرح بشه. برادران شایسته که در واقع هدایت فیلم رو اداره میکنن و در تهیه کننده‌های سینما هستن، بستگان آقای مرادخانی هستن و آقای مرادخانی، آقای نعیمایی و آقای پیروزپی. آقای نعیمایی رئیس انجمن موسیقی دخت در اون دوره و آقای پیروزپی معاون امور بین الملل آقای مرادخانی. شخصی به اسم حسن تبریزی نیا گذاشتن به عنوان مدیر مؤسسه پیغام سحر که به این مؤسسه در واقع مجوز دادن و که آقای کیمیایی در مصاحبهشون با مجله فیلم اگر اشتباه نکنم اشاره میکنه، میگه با همسر من یه شخصی به اسم کیهان کیا که البته اسم مستعار بود هماهنگ کرده بودن که ایشون از کشور خارج شه و 52 کنسرت در یک سال، یعنی هر هفته سال در امریکا و کانادا براشون برگزار شه، که خب بخشش برگزار شد بخشش هم انجام نشد. این تجارت و بیزنس موسیقی رو در واقع ایشون با در اون چارچوب سعید امامی سازماندهی کردن و خیلی باند گسترده ای شد. آقای پیروزپی در موقعی که معاون ایشون بودن گروه های بخش بین الملل رو، یعنی گروه های خارجی رو دعوت میکردن به ایران، گروه از ایران به خارج میبردن، کنسرت هایی که در خارج برگزار میکردن از دو مسیر معمولا میره، در مسیری که دولت برگزار میکنه از طریق رایزنی های فرهنگی در سفارتاش در سرتاسر دنیا و مسیر دوم مسیر بخش خصوصی است. بخش خصوصی هم این شرکت پیغام سحر که گفتم در واقع یکی از شرکت هایی بود که ساخته شد، طراحی شد و اتفاقا موسیقی مثلا فیلم مرسدس آقای کیمیایی رو منتشر کرد، آلبوم های آقای شادمهر عقیلی اون موقعی که در ایران بودن منتشر کردن و کار به جایی رسید که از در اول دوره آقای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ریاست جمهوری وارد تالار وحدت شد و اونجا رو پلم کردن و شروع کردن به واکاوی مدارک اینا به اسم مبارزه با فساد، هرچند بعدن دیدیم که خود اون کسایی که به این اسم اومدن برای مبارزه فاسدتر در اومدن، یا اگر بگیم که فاسدتر در نیومدن هم اندازه اونا. اینه که به هر حال این عمل کرده ایشون باعث شد که من اعتراض داشته باشم به این قضیه و ایشونو گزینه مناسبی برای معاونت هنری وزارت ارشاد ندونم به خاطر اون حلقه اطرافیانی که داشتن و اون عملکردهایی که در اون دوره بود. اما صبر کردم و بعد از اون یادداشت 60 روز گذشت و در این 60 روز متاسفانه دیدیم باز همون مسیر داره میره، یعنی
وزیر آقای مرادخانی بلند میشه میره دبی در حراج کریستیس، تابلوهای هنرمندا رو اینجا ابتیا میکنن میبرن اونجا میفروشن. اولین باره که یه دونه مقام دولتی وارد یه حراج آثار هنری میشه خودش شخصا، که خب در رسانه ها هم بازتاب داشت. و اونجا دیگه من مطلبی رو نوشتم که این درب همان پاش نمیچرخد، که متاسفانه اون نگرانی که داشتیم در مورد ورود ایشون به معاونت هنری وزارت ارشاد دیدیم که داره به وقوع میپیونده. آقای توکلی، به چند تا موضوع اشاره کردین. یکی ماجرای مافیا و بیزنس و تجارت و این چیزهای غیر مجاز در واقع، و یکی دیگه اون مثال هایی که زدین در پیوند با کارگردان سرشناس یا خواننده سرشناس، اینها مربوط میشه یه جورایی به موسیقی مجاز و غیر مجاز و چگونگی معیار دوگانه حکومت در واقع. پیش از همه بپردازین، خواهش میکنم با فرصت همیشه متاسفانه محدودی که داریم، به موضوع مافیایی که اشاره کردین. اجازه بدید که سوال مشخصی در همین زمینه داریم از یکی از دوستان فیسبوک، اونو بشنوید و بعد پاسخ بفرمایید. مافیای موسیقی سال 59 از زمان جنگ و کاست سهمیه‌ای پا گرفت. نوارهای خام کاست سهمیه‌ای که در اختیار شرکت‌های تولید و پخش موسیقی قرار می‌گرفت، چطور سر از بازار آزاد در می‌آوردند و چه کسانی از این راه سودهای میلیونی به جیب زدند؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم آقای توکلی. بله، خب این رویه بوده، درست اشاره کردن این دوست عزیز. از سال 59 در واقع شروع شد و در دهه 60 و به خصوص اوایل دهه 70 خیلی گسترش پیدا کرد. وزارت ارشاد در اون دوره می اومد به تولید کنندگان سهمیه کاست خام میداد، مثل سهمیه کاغذ که به ناشران میداد. خب در بخش کتاب به همه ناشران سهمیه کاغذ داده میشد. خب برخی هم از تیراژی که اعلام میکردن کمتر چاپ میکردن و میبردن در بازار آزاد میفروختن. اما این کاست ها در واقع یکی دو تا مؤسسه در واقع بیشتر در هر دوره این کمک انجام نشد، و اینه که یکی دو تا مؤسسه تولیدی اینا در واقع کاست های خام رو سونی ای اف از وزارت ارشاد می گرفتن و می بردن در بازار آزاد، بخشش رو تولید می کردن، بخش دیگرش هم در بازار آزاد به فروش می رفت. تا زمانی که تولید کاست در واقع ادامه داشت، که الان دیگه تقریبا منسوخ شده، این رویه بود. و خب متاسفانه درست اشاره می کنم، خود وزارت ارشاد هم از این بیزنس هم در واقع استفاده می کردن، از فروش این کاست ها در بازار آزاد هر دو طرف در واقع استفاده می کردن. درست اشاره کردم. بله آقای توکلی، در پیوند با همون موضوع موسیقی مجاز و غیر مجاز، در واقع چگونه اولا خودتون تشخیص می دین اینو، و بعد اینکه بذارین من از زبان دوستان فیسبوکی نگم، بعد پرسش ها رو بعدا مطرح خواهیم کرد. از مهمان برنامه سوال کنید که موسیقی مجاز رو از غیر مجاز چجوری تشخیص می دهند؟ بله، خب حرف زده شد، بفرمایید، خواهش می کنم. بله، من شخصا که اصلا موسیقی مجاز و غیر مجاز رو اصلا قبول ندارم. چیزی به اسم مجاز یا غیر مجاز رو من نمیپذیرم در موسیقی. موسیقی هست، ما نمیتونیم بگیم مجازه یا غیر مجازه. برای تولیدش در واقع از کسی اجازه نمیگیره که بخواد برای شنیده شدنش از کسی اجازه بگیره. این خود مردم هستن که ارزش ها رو تعیین میکنن، در واقع باید اینجوری باشه. یه سری آثار رو گوش میکنن و یه سری آثار رو گوش نمیکنن. طبیعتا خود بنده با توجه به سابقه شنیداریم و فرهنگ شنیداریم، یک سری از آثار رو در واقع در سبد شنیداریم وجود نداره. ولی این که بخوام این سلیقه شخصی رو گسترشش بدم به سطح جامعه، نه، ما چیزی به اسم موسیقی مجاز و غیر مجاز نداریم. ولی خب عملا در وزارت ارشاد این انجام میشه، یعنی این ممیزی صورت میگیره و حالا بخشیش در واقع مربوط به مسائل شرعی موسیقی میشه، بخشیش هم به نظر من خیلی شرعی نیست، همونطور که در هنرهای دیگه هم در واقع این ممیزی هست.
در واقع بحث امنیتی بیشتر. من اینجا خوبه یه اشاره بکنم که من بررسی میکردم روند صدور مجوز و مراحل صدور مجوز کنسرت در وزارت فرهنگ و ارشاد دقیقا منطبق بر روندی که دولت آلمان شرقی 1960 در دهه 60 در واقع برای اجرای زنده معمول می داشت. از ممایزی افراد، از به اصطلاح تایید صلاحیت هنرمندا تا مجوز شعر، تا اداره اماکن که اونجا اشتازی در واقع پلیس امنیت آلمان، پرداختی که باید به اونجا می شد، این حالا یا کپی برداری است یا اینکه نه کلا نظامای توتالیتر در واقع یک الگو رو پیروی میکنن ازش در به خاطر تفکرشون. علت این که میگم امنیتی است به خاطر اینکه هنرمندا رو اینا قصد دارن وابسته به خودشون کنن با گروگان گرفتن معیشتشون و اثرشون، یعنی هنرشون رو و اثرشون رو به گروگان میگیرن در واقع دولت. وزارت ارشاد میتونم بگم در این سالها کار اصلیش کنترل و محدود کردن در بخش موسیقی، هنر موسیقی بوده به خاطر در دست گرفتن هنرمندا در دست خودش. اون وقت هنرمند در این حالت دچار خودسانسوری میشه طبیعتاً، و وقتی هم عادت کرد به این خودسانسوری، حتی اگر این فضا برداشته بشه دیگه ذهن اون نمیتونه فضایی بالاتر از اون چارچوب ها رو ببینه، اصلا تصور بکنه. این هدف کارکرد اصلی در واقع ممیزی است که من حالا کمه بگم. یعنی آقای توکلی میشود با ضرس قاطع گفت که مشکل حکومت با موسیقی شرعی نیست، اساسا در واقع امنیتی است. یه بخشی شرعی است. یه بخش مهمش به نظر من امنیتی است، کما اینکه در هنرهای دیگه هم این ممیزی به همین سختی هست. یعنی فقط بحث شرع یه مقوله دیگری است و بحث امنیتی یک مقوله دیگری است. کلا نظام های توتالیتر در تمام تاریخ، از شما نظام آلمان نازی رو ببینید، اتحاد جماهیر شوروی رو ببینید. معذرت میخوام آقای توکلی، این بخشی که میفرمایید بخش شرعیه، بیش از هر چیزی به حضور زنان در موسیقی قاعدتا مربوط میشه، مثلا نشون دادن ساز در، من نمیدونم از کجا آمده است به هر حال، ولی نشان ندادن ساز در تلویزیون و حضور زنان. یک پرسشی هست، ما دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، دلم میخواد اونم مطرح بشه و امیدوارم که بتونیم پاسخی کوتاه و جامع از شما بگیریم. استاد اجازه بدین اونم بشنویم. اون خواهش میکنم. خواهش میکنم، در خدمت. لطفا از مهمان برنامه بپرسید که با توجه به صحبت‌های اخیر وزیر ارشاد، آیا ممکن است در این دولت آوازخوانی برای زنان آزاد شود؟ بله بفرمایید، خواهش میکنم. جواب این سوال رو بخوام بدم، من فکر میکنم اگر سیاست اقتضا بکنه همه چی شر براحت به کنار میره، یعنی حالا بستگی داره به اینکه سیاستشون اقتضا بکنه یا خیر. اما خیلی خیلی فشرده با توجه به وقتی که اشاره کردین، بعضی از اهالی موسیقی تلاش میکنن که اساساً موضوع بحث بکنن که موسیقی چرا حرام است و اسلام اصلا نظرش این نیست. من اینجوری نمیبینم، واقعا اسلام به خصوص بخش شیعش با موسیقی مشکل داره. یعنی این حدیث ما از فروع کافی، کتاب معتبر شیعه علامه کلینی به قول خودشون نقل کرده، من این حدیث از امام صادق نقل میکنم، اینجا شما ببینید، میگه که در خانه که ساز نواخته بشه ابلیس در اونجا وارد میشه و تمام جوارح خودش رو بر جوارح نوازنده میگذارد و اون نوازنده بی غیرت میشود. خب و ادامه داره البته حدیث. خب یه اینجور بستر تفکری طبیعی است. اصلا اسلام به خصوص با قرائت شیعی و موضوعیت فرهنگ و هنر مدنی درش وجود نداشته که بخواد به اصطلاح در موردش بتونه اظهار نظر دقیقی داشته باشه. اینه که این مشکل فقط هم مربوط به صدای خانوما نیست. خب آقای رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای گفتن که سازم نمایش داده نشه در صدا و سیما، چیز پیچیده ای نیست، اینو داخل خیلی ها میدونن، ولی خب نمیخوام بیان کنم. بسیار بسیار سپاسگزارم استاد بهراد توکلی، ممنون که در این برنامه حضور پیدا کردین و امیدوارم که از حضور بسیار مفید شما در پیوند با تشریح سیاست‌های حاکم بر ایران
در زمینه موسیقی به ویژه بیشتر بهره ببریم و از هنر شما البته. خواهش میکنم، منم ممنونم از اینکه من به برنامه‌تون دعوت کردید. شبتون بخیر. خب پرده آخر، باید همه مواظب هم باشن با همون اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر. نهی از منکر اسلام چقدر قشنگ دیده، تو مواظب بغل دستید باش، او مواظب تو باشه، تو مواظب او باش، خانم مواظب آقا باشه، آقا مواظب خانم باشه. الحمدلله رب العالمین. که بعد این جوون نگه منی که از شب قدر تصمیم گرفتم سرمو بندازم تو خیابون پا، ولی اینقدر فضا آلوده بوده که هم تا سرمو بالا آوردم به گناه افتادم. این جوون چه گناهی کرد؟ من یه بار شوخی کردم گفتم یه جوونی به من گفت حاج آقا حضرت یوسف یک زلیخا دید، نزدیک بود پاش سر بخوره، ما روزی 100 تا زلیخا می‌بینیم آقا. خب به خدا جوون امروز چه گناهی کردن؟ بستر ازدواج رو از او بر سختش کردیم، بستر گناه سفرش تو همه جا پهن شده. این جوون چه کار کنه؟ میخواد از راه حلال خودش رو تامین کنه که نمیشه. از راه حرام هم که میگیم گناه داره، عاقبتت خراب میشه، گناه داره، میری تو آتش جهنم، نمیدونم برکت از عمرت میره. خب این جوان 14 ساله به این پاکی که اینقدر قشنگ داره عرض حال میکنه، به خدا آدم جگرش کباب میشه. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی ستان دنبالش. اگر نماز نماز بود اونور نمیرن، از این که رفتن اونور معلوم میشه نماز نماز نیست. وقتی نماز نماز نشد هیچی دیگه تحت غار نمیرن. تکوینن اگر نماز نماز شد، تکوینن نماز نگرد میداره، نمیگذارد چشمت تو کوچه سراغ این دختر رو یجق وجق بده، نمیذاره. اگر نماز 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 نمازیست که دخترش بی حجاب تو کوچه است. آخه این دخترهایی بد حجاب تو اصفهان و کاشون، آره کاشون نمیدونم، اصفهان رو میدونم و تهران رو دیدم و مشهد و شیراز و این دخترها، این دخترها از اسرائیل که نمیان که، از لندن که نمیان که. نماز بابانه نماز نبوده که این دخترها بزن اینجوری هم. شب و روزگار خوش.